را متوجه شدیم به دام به شده دزد و سارق. با هجوم وحشیانه دزدا حیوانای قافله رحم کرد. مادر تعادل خودش را از دست داد و قنداقه از دستش رها شد. از زبون مادر بزرگم که قریب به 100 سال داره این داستانو نقل میکنه. قافله به سمت کربلا در حرکت بود. من و دوتا از دخترامم توی اون قافله عازم شده بودیم و نیت اینو داشتیم که ساکن کربلا بشیم. قدیما که ماشین نبود با چارپا و استر راهی کربلا میشد و ما هم به همین نه سفرمونو آغاز کردیم. میون راه قافله به گردنه اسدآباد همدان رسید که اونجا متوجه شدیم به دام یک عده دزد و سارق افتادیم. توی اون شرایط همه اهل کاروان دست و پای خودشونو گم کردن و ناله و فریاد می‌زدن. دزدهای ناجوان مرد شروع به اذیت و آزار و سرقت اموال کردن. با هجوم وحشیانه دزدا حیوانای قافله رم کردن. مادری هم توی قافله ما بود که قنداقه نوزادشو توی دستاش گرفته بود و ازش نگهداری میکرد که میون اون هول و ولا چارپایی که روش نشسته بود تکون محکمی خورد و مادر تعادل خودش را از دست داد و قنداقه از دستش رها شد. وقتی قنداقه از دستش به زمین خورد به سنگ‌ها اصابت کرد و بعد از اینکه ضربه‌های شدیدی بهش وارد شد توی دره سقوط کرد. مادر با دیدن این صحنه امونش بریده شد و شروع به گریه و ناله کرد. یک دفعه با صدای بلند فریاد زد: یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، من زائر شما، من بچه‌مو از شما میخوام. و مدام به سر و صورتش میزد و شیون میکرد تا اینکه طولی نکشید که قافله از دست دزدها نجات پیدا کرد و دزدها اموال رو غارت کردن رفتن و جمعیت به سرعت به سمت انتهای دره حرکت کرد و ببینن چه بلایی سر اون نوزاد بود. اما وقتی زائرها به انتهای دره رسیدن دیدن بچه صحیح و سالم روی پاره سنگی قرار گرفته و حتی کوچکترین آسیبی هم بهش گرد و خاکیست که زیر قدم عباس است. گرد و خاکیست که زیر قدم عباس.